جراحی کاش عمقی الکترود برای درمان بیماری پارکینسون، جدیدترین شیوه درمانی که در معدود کشورهای جهان و بیمارستانهای کشور انجام می شود و این بار در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ساری انجام شد. بیماری که مبتلا به پارکینسون هست، لرزش ها و حرکات زیادی که این بیماران دارن و کندی که در حرکات می بینن، با یک گذاشتن یک سری از محرک‌های خاصی در مکان‌های ویژه‌ای از مغز، این میره به سمت درمان این بیماری. کاشت عمقی الکترود در مغز برای درمان بیماری پارکینسون از جمله روش‌های نوین درمانی است که برای بیماران مقاوم به درمان‌های دارویی پارکینسون توصیه می‌شود. یک خانم 52 ساله‌ای هستند که از سال‌ها قبل مبتلا به بیماری پارکینسون هستند و باعث ناتوانی و لرزش بسیار شدید در اندام‌های ایشون شده. این بیمار بعد از اینکه بررسی شد توسط اساتید و همکاران عزیز نورولوژیست ما، کاندید عمل جراحی DBS یا در واقع تعبیه الکترود عمقی داخل مغز شد که این عمل در واقع کمک میکنه تا علائم بیمار بهبود پیدا بکنه. در این روش جراحی که پزشکان ضریب موفقیت آن را بسیار زیاد اعلام میکنند، بیمار پس از 24 ساعت ترخیص شده و در منزل تحت مراقبت های ویژه کادر درمان قرار میگیرد. بیمار بیدار هستند، برش بسیار کوچیکی انجام میشه، محلی از مغز که سبب اختلال عمل کرد شده شناسایی میشه و با همون برش کوچیک و در حد میلیمتری جایابیش انجام میشه و اون الکترود توسط جراح کاشته میشه. جراحان مغز و اعصاب بر این عقیده‌اند که کاشت عمقی الکترود در مغز علاوه بر درمان پارکینسون، برای انواع بیماری‌های حرکتی، اختلالات تیک، بیماری‌های روانی مثل وسواس مقاوم به درمان و افسردگی هم کاربرد دارد. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.